خب سلام بچه ها، خوبی شما؟ ما از داره اومدیم، میخوایم برای شما یه آموزش دیگه بذاریم در مورد گرافیک انیمیشن فلگ، یعنی که پرچمی که حالت ویف، یعنی حالتی که باد بهش میخوره حرکت میکنه. خب ما میخوایم اینو برای شما توسط برنامه After Effects برای شما متحرک سازی بکنیم و ما از شما خواست داریم که این ویدیوی ما رو شما لایک کنید و سابسکرایب کنید و حتما برای دیگران شیر کنید. خب ما شروع میکنیم. ما یه نیو کمپوزیشن درست میکنیم و اسم این نیو کمپوزیشن، اسم این کمپوزیشن ما میذاریم The Wave Animation و ویدس میشه 1920 و هیت میشه 1080 و دوریشنش هم ما میذاریم 10 ثانیه و اوکی ما فشار میدیم و ما این اندازه این دیسپلی ما میذاریم رو فیت و در ادامه ما یه از این منوی لیر یه سولید درست میکنیم و اسم این سولید هم ما میذاریم ویو انیمیشن. و این رنگش هم ما میذاریم مشکی و اوکی فشار میدیم. اوکی این هم فشار میدیم ما و در ادامه ما افکت فرکتال فرکتال نویز رو روی این اعمال میکنیم این فرکتال نویز رو روی این اعمال میکنیم و الان یه فرکتال نویز روی این اعمال شده و ما این فرکتال تایپ رو میذاریم روی دینامیک تویست و ما این کنتراست رو ما میذاریم روی 130 انتر میزنیم تا این چیز بشه، تا این اعمال بشه و از این ترانسفورم ما این اسکیل رو بهش میدیم 400. خب الان اسکیل این افکت بالا رفت و در ادامه ما در بخش اولوشن ما این روی
فریم ریت به وجود میاریم و ما یو رو فشار میدیم تا این فریم ریتمون رو توی تایملاین ما ببینیم و ما این تایم اندیکیتر رو ما حرکت میدیم تا آخر تایملاین و در اونجا اما یه فریم ریت دیگه به وجود میاریم و اینجا ما عدد 10 رو بهش میدیم. خب الان اگر ما اینو بیاریم عقب میبینیم که این چیز ما داره میچرخه evolution. و در ادامه ما از بخش ترانسفورم از دوباره ما یه فریم ریت دیگه اینجا ایجاد میکنیم و ما میبایست یو رو فشار بدیم و ما این تایم اندیکیتور رو ما میبریم تا آخر و اینجا هم یه فریم ریت ایجاد میکنیم و برای این عدد برای این محور X ما عدد 10,000 رو در نظر میگیریم، انتر میزنیم و اینجا الان این چیز ما داره میچرخه، داره به سمت راست حرکت میکنه، هم چرخش داره و هم به سمت راست حرکت میکنه. و ما الان کارمون با این افکت تموم شده و ما الان افکت گاوزیان بلر رو این اعمال میکنیم و ما برای این عدد 200 رو بهش میدیم تا این چیز بشه، اعمال بشه روش. و ما میبایست حتما این repeat edge pixels رو ما فعال بذاریم و ما در ادامه افکت CC اسلنت رو ما روش اعمال میکنیم و ما در اینجا اسلنت رو ما بهش میدیم 63 و این هیت رو ما بهش میدیم 1000. خب الان یه طرحی به وجود اومده توسط افکت اسلند. خب در ادامه ما مراجعه میکنیم به این اسکیل این لایه‌مون و این اسکیل این لایه رو ما میذاریم روی 130. الان کاملا پوشیده شده و ما در ادامه ما میبایست یه
نیو کمپوزیشن درست کنیم و اسم این نیو کمپوزیشن رو ما بذاریم فلگ انیمیشن فاینال و اینم بیتس 1920 و هیت 1080 و این دورشنش هم ما میذاریم روی 10 ثانیه و اینجا هم چیز و اوکی و ما اینجا وارد پروژکت میشیم و این فایلمون رو وارد میکنیم. الان ما یه الان میریم توی کمپوزیشن خودمون و این فلگ و ما پرچم و ما میاریم در این چیز قرار میدیم در این کمپوزیشن قرار میدیم و ما در ادامه افکت دیسپلیسمنت مپ دیسپلیسمنت مپ رو ما روی این پرچم ما میذاریم و ما الان مراجعه میکنیم به افکت به پنل پروژکت و اون کمپوزیشن قبلی رو ما وارد این پروژکت میکنیم و از افکت کنترل ما از دیسپلیسمنت مپ لیر ما این The Web Animation رو انتخاب میکنیم خب و ما Use for Horizontal Display رو ما میذاریم روی Luminance و ما Max Horizontal Displacement رو ما میذاریم منفی 8 و اینم ما میذاریم روی و این Use for Vertical Displacement رو ما میذاریم روی Luminance از دوباره و اینم ما میذاریم روی منفی 100 خب الان پرچم ما تقریبا حالت ویو گرفته و ما الان مراجعه میکنیم به کمپوزیشن ویو انیمیشن و الان ما اینجا یه
افکت کوروز ما اینجا کوروز ما اینجا اعمال میکنیم براش که این یک مقدار چیز بشه و اینجا ما یک مقدار اینو دارکش میکنیم الان برمیگردیم به کمپوزیشن فلگ انیمیشن فاینال و ما الان از این کمپوزیشن خودمون یه دوپلیکیت میگیریم از این کمپوزیشن The Wave Animation ما یه دوپلیکیت میگیریم و اینو ما میذاریم بر روی این فایل پرچم و ما اینو تبدیلش میکنیم به و این ما مودش رو تغییر میدیم به Multiply. الان یه پرچم به وجود اومده و امیدوارم که شما از این آموزش راضی باشید و اینو برای دیگران شیر بکنید و لایک بکنید و حتما هم سابسکرایب کنید.